انقدر قرآن نخوندن بده و سوره قرآن نرفتن بده که امام رضا علیه السلام فرمود یکی از دلایلی که تو نماز قرآن میخونیم این بود که قرآن از محرجوریت خارج بشه یعنی حداقل یا آقا هر روز دوین هم دو سوره رو داریم از قرآن میخونیم دیگه قل و رو داریم میخونیم ها روایت داریم میفهمم که هر روز 50 از قرآن بخونید به فکر آخر سوره رسیدن هم نباشید همین رو بخونید خود رو در فکر کنید آروم بخونید دل خودتون رو با تلاوت قرآن تکون بدید میفرماد هرگاه فتنه ها همچون شب تاریک به شما حجوم آوردند به قرآن پناه ببرید این اثر قرآن یا مولا صدرا که دیگه از حکما و فلاسفه بزرگ شیعه است مقدمه تفسیر سوره واقعیشون شون که بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم اینقدر این کتابشون رو بودم کسی هستیم از خودمون ولی همین که کمی بصیرتم باز شد ببین یه کسی که خودش رو از حکیم میدونسته میگه تا دیگه خود بصیرتم بیشتر شد خودم رو از علوم واقعی خالی دیدم در آخر عمر به فکر رفتم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد علیه السلام بروم یقین کردم که کارم بی اساس بوده است یعنی اون کاری که قبلش داشتم انجام دادم زیرا در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم مولا ملا صدرا داره میگه که هنوز که هنوزه میره تو حوزه های ما بخش قابل توجه از دروس و تفسیر کتب ایشون تشکیل میده از قصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن نمودم در خانه وحی را کوبیدم درها باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من میگویند سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین این خیلی زشته ما یه جدیم خدا با ما صحبت کرده ما نداریم بشنمی فرماش خدا رو هجر در جایی به کار میبره که یک ارتباط باشه همیشه ارتباط باشه یعنی چی؟ یعنی چه وقتی شما هجرت میکنه یه جایی یعنی اهل اون جایی بینو قرآن و داشتن یعنی یه رابطه ای بوده یه رابطه باید باشه کجا گذاشتی با ولش کردی رفتی؟ این قرآن محجور کردن به این معنی نیستش که مثلا خدمت شما مثلا یه نفر قرآن یه بار نشسته حفظ کرده یا مثلا یه بار قرآن یه بار خونده یا مثلا یه علم زمینی به قرآن داره اما دیگه سراغ قرآن نمیره کاری باش نداره این بازم محجور ها محجور نکنید یعنی اینکه که بهش رجوع کنید دائم شما فکرم آیا بار قرآن رو خوندم و چیش میدونم دیگه چیش رجوع کنم این نیست این که اگر به قرآن رجوع میکنید هر دفعه یک مسئله تازه میگم بارها بر خود من اتفاق افتاد آیه ای که 100 بار 200 بار اصلا 500 بار خوندم اما هیچ وقت متوجه این وجهش تدبر کنید در قرآن تفقه کنید در قرآن رو فکر کنید یعنی اینکه چن آقا برید اون لایه های پنهانی زیرین رو بیرون بکشید و اینا خدا مفتی به کسی نمیده با زحمت بکشید و این ویژگی قرآن قرآن نجات دهنده است بارها اینو من عرض کردم شما برید ببینید که کسایی که به قرآن خدمت کردن و به قرآن معنوس بودن اینا جاودانگی پیدا میکنن اسمشون باقی میشه علامه طباطبایی برادری داره سید حسن الهی حالا او طباطبایی اختیار کرد ایشون الهی برادران در عرفان این سید حسن کمتر از علو... بیشتر نبوده باشه کمتر از علامه طباطبایی نیست اما هیچ کی نمیشتش. اما علامه طباطبایی هر کی میشینه پا میشه این طرف اون طرف علامه طباطبایی برای چی من که المیزان نمیشه از که خدمت به قرآن میکنه با قرآن معنوس میشه اصلا این شجره طیبه است قرآن قرآن امام مکتوبه یعنی امام بخواد به کتابت در بیاری میشه قرآن اینم واقعا شروع بکنیم ما و این اون دنیا ما دا روایت داریم که ما باقر علیه السلام فرمان که در اون دنیا قرآن میاد سراغمون خداوند متعال اول مخاطب قرارش میده که حالا بلند شو بیا بگو با تو چه کردن که قرآن عرضه می داره که یک وجود یعنی که حرف زدن یا اینا بعضیشون به بعض احترام گذاشتن به من میمدن بعضیشون هم نمیمدن بعد خداوند جو میفرماد اونایی که سراغت اومدن اینطور رحمت مون اونایی که نیومدن اینطور بلا سرشون میارم یعنی اینجا تو سراغ هر حرف هر چرت و پرتی رفتی سراغ حرف خدا نرفتی حالا من گفتم 50 ها معصوم میفرما 50 زورت نمیکشه 50 ها. ده های همین یه سفر بخ... دو سال تون میکشه قرآن تا تهش بری 600 خورده صفحه است عیبی نداره شروع کردی بعد تفکر تو نورانی میکنه یو میبینی از یه پدیده که سالها همینجوری میدیدی هیچ وقت قدرت تحلیلی نداشتی اما یه تحلیل جدید داری فهم یعنی همین دیگه